سلام گیم اوشنی های گل حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه ولی اگه خوب نیست این ویدیو رو ببینین چون حال خوبش غیر قابل توصیفه فقط سرده <applause> چون زمستون امسال واسه اکثر همیهنامون تو نواحی مختلف کشور خیلی سردتر و برفیتر از زمستونهای قبلی بوده حتی همین الان که شما دارین این ویدیو رو میبینین بعضی از شهرها دارن یکی از پربارشترین پیکای برفیشون رو پشت سر میذارن و احتمالا تو شهر خودتونم تو چند روز اخیر حسابی برف باریده و یه زمستون تمام ایار رو تجربه کردین شما رو نمیدونم اما من خودم به شخصه وقتی هوا برفی میشه و خونه نشین میشم دوست دارم بشینم پای فیلم‌ها و بازیایی که داستانشون تو فصل سرما روایت میشه و معمولا محیط های برفی داخلشون داریم فکرشو بکن همزمان وقتی بیرون پنجره داره گوله گله برف میباره بشینی کنار بخاری یا حالا پکیج شومینه هرچی و یه گیم زمستونی مشتی پلی کنی و تا صبح بشینی پای بازی حالا منظور از یه گیم زمستونی بازی های خیلی زیادی هن. یا حتی لازم نیست حتما یه بازی کاملا برفی و زمستونی باشه بازی های زیادی داریم که مثلا یه مرحله مهمش تو زمستون و هوای برفی جریان پیدا میکنه و اتفاقا کارش هم واسه به تصویر کشیدن یه زمستون سرد و یخبندون درست انجام میده <تصفح> اما الان دیگه برف نمیاد حتی سردم نیست خیلی خب با نمیشه جمعش کرد باشه ولی مگه نمیشه همچنان از بازی های سفید پوش و برفی لذت برد توی ویدیوی امروز میخوایم به مناسبت این زمستون پرباری که امسال داشتیم بریم سراغ بازیایی که یا کلا داستانشون تو زمستون روایت میشه یا اینکه حداقل یه مرحله زمستونی خیلی تو دل برو دارن که حسابی تو ذهن همه ی اون کسایی که گیماشون رو با وضعیت آب و هوایی هماهنگ میکنن به عنوان یه خاطره زمستونی قشنگ ثبت شده بریم که از اولین گزینه تو لیست بهترین بازیای زمستونیمون شروع کنیم red dead redemption 2 به گمونم وقتی گفتم یه مرحله برفی توی بازی که لزوما همه ی مرحله هاش برفی نیست خیلیاتون یاد بازی Red Dead تو و اون پرولوگ به یاد موندنی شفتادین همونطور که میدونین و به احتمال زیاد خودتون تجربهش کردین اولین مرحله این بازی توی محیط برفی تو ارتفاعات شمالی منطقه‌ای که توش بازی جریان داره شروع میشه قدرت گرافیکی بازی حسابی تو نور پردازی محیط از طریق اون کولاک سهمگین و فانوسای سو سوزنی که دستمون بود و همچنین فیزیک دونه های برف و ردپایی که از کارکترها رو برف جامی موند خود نمایی می کرد از طرفی هم شروع ناگهانی و نسبتاً بیمقدمه مقدمه داستان بازی رو داشتیم که یه ها همون اول بازی برداشت ما رو انداخت تو دل یخبندون و کولاک و برف و سرما. خلاصه که مرحله برفی بازی Red Dead Redemption 2 یکی از به یاد موندنی ترین مرحله های برفی تو دنیای گیم بود و بهتر بود همین اول لیست اسمش رو ذکر میکردیم The Last of Us Part 2 بذارین همین حالا که تو ذهنتون دارین گرافیک خفن Red Dead Redemption 2 و اون افکت های فوتوریالیستی که رد پا رو برف و تو ذهنتون به یاد میارین یادی هم بکنیم از آخرین شاهکار استودیوی ناتیداک یعنی بازی The Last of Us Part 2 راستشو بخواین خیلی با خودم کلنجار رفتم که دقیقا کدوم یکی از دوتا بازی دل از تاباسو بذارم داخل لیست اما اگه یادتون باشه تو نسخه اولم یه مرحله داشتیم که توش جول زخمی شده بود و الی تنهایی تو یه جنگل برفی مشغول شکار بود که گیر آدمای دیوید افتاد اون مرحله خودش به تنهایی میتونه کاملا لایق قرار گرفتن تو این لیست به عنوان یکی از بهترین گزینه ها هست اما اگر از لحاظ فنی بخوایم حساب کنیم مرحله برفی نسخه دوم که اتفاقا مثل مورد قبلی همون اولای بازیه تونست تجربه زمستونی خیلی بهتری برامون رقم بزنه اسب سواری و تیراندازی تو محیط برفی تا حد زیادی حس تجربه مرحله برفی rdr تو و برامون تدایی میکرد اما یهو بازی تو همون مرحله برفیش چهره خشن و خونی و بازی رو به همون نشون داد و همین باعث میشد تجربه بازی The Last of Us Part 2 خیلی متفاوت تر از مرحله برفی rdr تو باشه The Division بیاین با هم چند سال برگردیم عقب و صادقانه یکی از خاطرات مشترک گیمریمون رو یادآوری کنیم به سالهای 2014 و 2015 برمیگردیم کمپانی فرانسوی یوبی سافت همه عزمش رو جذب کرده تا یکی از بزرگترین ریلیزاش رو با بازی د دیویژن رقم بزنه بازی که سالهای طولانی با های تبلیغاتی آنچنانی مورد توجه قرار گرفته بود و یه جورایی نوید ظهور نسل جدید بازی های چند نفره ام رو بهمون به میداد. نمایش های این بازی یه نیویورک برفی آخر و زمانی رو نشون میدادن که توش بازیکنها باید با کمک همدیگه برای زنده موندن تلاش کنن بازی د دیویژن که اون زمان با انجین سنودراپ ساخته میشد حسابی روی جلوه گرافیکیش مانور میداد و هممون شاهد بودیم که چقدر تریلرهای بازی هایپمون میکردن و واسه انتشار بازی لحظه شماری میکردیم انتشاری که نهایتا بارها به تعویق افتاد و آخرش اونجوری که باید نتونست طرفدارای خودش رو راضی کنه اما این وسط هنوز تجربه نیویورک برفی داخل بازی همچین بدم هم نبود. نبود هرچند ساعتهایی که میشد با توجه به مقدار محتواهای ارزشمند بازی صرف بازی کردن کرد از تعداد انگشتهای دوتا دستمون هم بیشتر نمیشد اما تو همون چند ساعت هم میشد یه خاطره بیاد موندنی و به خاطر سپرد چرخه بارش برف و یخبندون و بعد آب شدن برفا همزمان با اینکه تو خیابونای نیویورک قدم میزدیم حس خیلی خوبی و بهمون همون منتقل می کرد اما متاسفانه مشکل اساسی این بود که وقتی به آخر اون خیابون می رسیدیم متوجه می شدیم که تو این بازی واقعا کاری واسه انجام دادن نیست و بهتره که از بازی خارج بشیم. Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds این بازی نه تنها بین ساخته های قبلی استودیوی گوریلا گیمز کاملا نامتعارف بود و انگار دی کاملا متفاوتی داشت بلکه بین آی پی انحصاری پلیستیشن هم جایگاه خیلی مهمی پیدا کرد و به یکی از فرانچایز های شاخص این پلتفرم تبدیل شد فرانچایزی که جای خالیش حس می شد و سونی وظیفه داشت تا با یه بازی نقش و و جهانباز تمام ایار این خلع و پوشش بده مأموریتی که در نهایت با بازی هورایزن زیرو Dawn به بهترین شکل ممکن به موفقیت رسید. بازی هورایزن زیرو Dawn یک کم بعد از انتشارش میزبان یک DLC داستانی بزرگ شد و از طرفداراش دعوت کرد تا یه بار دیگه به بازی برگردن تا این بار با الوی یه ماجراجویی سرد و زمستونی رو رقم بزنن. این بسته الحاقی که The Frozen Wild نام داشت ما رو به یه نقشه کاملا جدید و خیلی بزرگ می برد که تماماً زیر پوششی از برف مدفون شده بود و از طرفی هم الوی وظیفه داشت تو این منطقه با یه نوع کاملا جدیدی از موجودای مکانیکی مقابله کنه خلاصه که اگه دنبال بازی های برفی می گردین DLC بازی Horizon Zero Dawn کاملا ارزش خرید و داره و تو این روزای برفی حسابی ازش لذت می بریم. GTA V راستش رو بخواین مقدمه برفی بازی Red Dead Redemption تو اولین باری نبود که راکستار از یه مرحله زمستونی تو مقدمه یا همون پرولوگ بازیش استفاده می کرد. این اتفاق یه بار تو مقدمه بازی جی یعنی مرحله برید بر هچت هم اتفاق افتاده بود سالها قبل از حوادث داستانی اصلی بازی GTAV تی ای وی، مایکل و ترور دو تا شخصیت اصلی بازی توی شهر کوچیک برفی مشغول سرقت از یه ساختمون بسیار حفاظت شده بودن و بازی هم دقیقا از همین سرقت شروع می شد. این مرحله از لحاظ داستانی جایگاه خیلی مهمی تو حوادث بازی GTA V داشت چرا که در آخر این معمولیت وقتی که یکی از همراهای های مایکل و ترور کشته شد این دو نفر به ناچار مسیرشون از هم جدا شد و هیچ وقت همدیگر رو ندیدن تو تموم این سالات ترور فکر میکرد که مایکل تو اون شب برفی کشته شده و حالا تو بازی قرار بود دوباره بعد از سالها این دو نفر رو با هم روبرو رو کنیم خوشبختانه میتونیم اون شب برفی کذایی و همون اول بازی تجربه کنیم شبی که نه تنها تو خاطر مایکل و ترور برای همیشه به ثبت رسید بلکه تو خاطر خیلی از ما گیمرهای امروزی هم به عنوان یکی از به ترین مراحل برفی تو دنیای بازی ها جایگاه خیلی ویژه ای داره Gears 5 سری بازی خشن و اصطلاحاً اوورد تاپ و معروف گیرز آف وار همیشه جایگاه مهمی بین طرفدارای پلتفرم ایکس باکس داشته جوری که تا امروز شش نسخه اصلی از این سری منتشر شده و احتمالاً حالا حالا ها مایکروسافت با خودش و خیلی عظیم طرفداراش برنامه های طول و درازی داره این سری با چهارمین نسخه اصلی و شماره دار این سری به نوعی ریبرند شد و این بار با یه اسم جدید یعنی گیرز شناخته میشد. بعد از انتشار نسبتا موفقیت آمیز گیرز فور سازنداش تو استودیوی د کوالیشن تصمیم گرفتن این سری و وارد یه مسیر کاملا جدید کنن و به همین خاطر بازی گیرز پنج و با یه شخصیت کاملا جدید به طرفدارا معرفی کردن همچنین برخلاف اتمسفر همیشگی عناوین قبلی که انگار یه جهنم واقعی رو زمین به تصویر میکشیدن این بار برای اولین بار شاهد محیطای برفی و یخزده تو بازی گیرز 5 بودیم شخصیت کاملا جدید، محیط برفی و اتمسفری کاملا جدید به علاوه لول بزرگ و روش تازه برای جابجایی تو محیط بازی همه اینا دست به دست هم دادن تا بازی گیرز 5 به عنوان متفاوت ترین نسخه در بین تمامی شش نسخه این سری یک گیرز آوار برفی و یخ زده رو به دست ما برسونه Beyond Two Souls مرحله Homeless. بازی بیانتو تو سولز با اینکه از طرف منتقدا بازخوردهای خوبی دریافت نکرد همیشه بین طرفدارای پلیستیشن محبوبیت خاصی داشته و هیچ وقت طرفدارای بقیه عنوانای استودیوی صاحب سبک کوانتیک دریم دست رد به سینه این بازی نزدن بازی بیان تو سولز که هنرپیش های هالیوودی معروفی مثل ویلم دفو و الیت پیج که اون سالا با اسم قبلیش یعنی الن پیج شناخته می در کنار چند تا دیگه از هنرپیشه های معروف از جمله بازیگرای حاضر تو این بازی بودن و همین تیم هنرپیشه به ما نشون میداد که قرار با یه بازی خیلی سینماتیک طرف باشیم که نسبت به بقیه بازی های ویدیویی خیلی میتونه متفاوت باشه بدون شک یکی از مراحل خیلی معروف و به یاد شدنی بازی بیان تو سولز مرحله برفی و احساسی تو عواست بازی به اسم هوملس یا بی خانمان بود که قطعا تو ذهن هر گیمری که این بازی رو بازی کرده باشه واسه همیشه ثبت شده تو این مرحله که توی شهر زمستونی جریان پیدا میکرد شخصیت اصلی بازی یعنی جودی هومز رو توی سنین نوجوانی و جوونیش بین های پایین شهر همراهی میکردیم دورانی که جودی وضعیت خیلی سختی داشت و بعضی وقتها حتی فکر خودکشی توی این زمستون تاریک و بدون امید به فکرش میزد اگه دنبال یه تجربه زمستونی و در عین حال سینماتیک میگردید بازی بیان تو سولز میتونه انتخاب خیلی خوبی باشه مخصوصا اینکه که سبک و سیاقش کاملا متفاوت نسبت به بازی های دیگه توی این سبک و بهتون پیشنهاد میکنم اگه ازش خوشتون اومد حتما برین سراغ بقیه بازی های این استودیو مثل هیوی رین و دیترویت بیکام هیومن که اتفاقا توی اونام هم هماهنگی خاصی بین داستان و آب و هوای بازی وجود داره و اغلب شاهد آب و هوای بارونی و برفی تو این بازی ها هستیم تو این صنعت بزرگ و درندش کم نیستن بازیایی که یا کلا داستانشون تو محیط سرد و برفی روایت میشه یا حداقل یه مرحله برفی به یاد دارن تو این ویدیو به طور مفصل 7 تا از این بازی ها رو معرفی کردیم اما بازی های زیادی هستن که لایق قرار گرفتن تو این لیستن. بازی های مثل اساسینز کرید 3 یا اساسینز کرید والهالا، سری قدیمی و فراموش شده لاست پلنت بازی مافیا 2 و بتمن آرکام Origins و خیلی از بازی های دیگه که اگه بخوایم میتونیم توی ویدیو دیگه مفصل بهشون بپردازیم پس اگه میخوایم دوباره ویدیو های مثل این داشته باشیم با لایک ها و کامنت های قشنگتون استقبالتون از این پیشنهادای ویژه زمستون و هوای برفی رو نشون بدین و مراقب خودتون باشین بدرود